به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه دوستان و دانشپذیران گرامی. بنده سید عابد زنوری هستم، دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی برق گرایش الکترونیک. در خدمت شما عزیزان هستیم با مجموعه آموزشی مدارات فعال مایکروویو از سری آموزش‌های فرادرس. ما این مجموعه آموزشی رو در 9 فصل خدمت شما عزیزان تهیه و آماده کردیم که طی اون در فصل اول به بررسی سیستم‌های ارتباطی و رادیویی خواهیم پرداخت. یک مقدمه و مروری بر سیستم‌های رادیویی داریم. اجزای یک سیستم رادیویی رو با هم دیگه مرور و بررسی می‌کنیم. در مورد مدلاسیون صحبت خواهیم کرد و در انتهای فصل اول هم به مقایسه انواع سیستم‌های مدولاسیون خواهیم پرداخت، یعنی مدولاسیون‌های AM، FM و PM رو با همدیگه بررسی و بیان می‌کنیم. در ادامه در فصل دوم به بررسی پارامترهای پراکندگی یا همون پارامترهای S خواهیم پرداخت. ماتریس پراکندگی رو با همدیگه بیان می‌کنیم. در مورد موج‌های توان و ماتریس های پراکندگی تعمیم یافته صحبت خواهیم کرد و در انتها هم با بحث ماتریس انتقال بحثمون رو در فصل دوم به پایان خواهیم رسوند. در فصل سوم در مورد نویز صحبت میکنیم، مقدمه بر نویز خواهیم داشت. نویز حرارتی و نویز مقاومتی رو در دیودها و ترانزیستورهای BJT و اثر میدان یا همون ترانزیستورهای FET بررسی خواهیم کرد. اجزای نویز رو با هم دیگه میشناسیم، در مورد عدد نویز، پهنای باند معادل نویز و بقیه مشخصه های نویز مدارات تقویت کننده مفصلا صحبت خواهیم کرد. در ادامه در فصل چهارم مروری بر شبکه تطبیق و اسمیت چارت خواهیم داشت. به طور دقیق و تفصیلی در مورد نمودار اسمیت، چه نمودار ادمیتانسش و چه نمودار امپدانسش با همدیگه صحبت خواهیم کرد. مثال‌های متنوع و مختلفی رو توی این فصل با همدیگه حل می‌کنیم و در انتها هم با استفاده از نرم افزار وین اسمیت نمودار اسمیت چارت رو مجدداً کار خواهیم کرد. یعنی علاوه بر این که در تئوری با همدیگه کار با اسمیت چارت رو یاد می‌گیریم، با نرم افزار هم مجدداً اون رو مرور می‌کنیم که قشنگ برای دوستان تثبیت بشه موضوع و کاملا یاد بگیرن. در فصل پنجم به تحلیل و طراحی تقویت کننده های سیگنال کوچیک خواهیم پرداخت. اجزای یک تقویت کننده سیگنال کوچیک و مدل یک المان فعال رو با هم دیگه مرور میکنیم. در مورد بهره توان و پایداری صحبت خواهیم کرد و یک سیستم پایدار و البته بالقوه ناپایدار رو با هم دیگه طراحی میکنیم و پارامترهای مشخصه هاش رو با هم دیگه بحث خواهیم کرد. در فصل ششم به تحلیل و طراحی تقویت کننده های توان خواهیم پرداخت. انواع تقویت کننده های کلاس A، کلاس B و AB رو با هم دیگه مرور میکنیم. مبدل های پهن باند یا اصطلاحاً اولترا واید ترانسفورمر ها رو با هم دیگه مرور خواهیم کرد و در مورد فیلترهای خروجی هم صحبت خواهیم کرد. در فصل هفتم گریزی به خطوط مایکرو استریپ خواهیم زد. مقدمات مدارهای مایکرو استریپی رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم و در مورد فیلترها، پاور دیوایدرها و کوپلرهای مایکرو استریپ قراره که با هم دیگه کار بکنیم. چند تا مقاله رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم و یاد خواهیم گرفتش که چطوری یک فیلتر و پاور دیوایدر مایکرو استریپ رو طراحی و شبیه سازی بکنیم. در فصل هشتم به سراغ اسیلاتورها یا نوسانسازها خواهیم رفت. مشخصات اسیلاتورها، مشخصه نویزشون، فیدبکشون و بهرهشون رو با هم دیگه بررسی میکنیم و همه این پارامترها هم مجدد در فصل نهم برای میکسرها خواهیم داشت. یعنی مشخصه های میکسرها، میکسرهای DOD و میکسرهای BJT و FET رو با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. امیدوارم که این مجموعه آموزشی مورد سمع و نظر شما عزیزان قرار بگیره. کارمون رو با درس نخست و سیستم‌های ارتباطی و رادیویی شروع خواهیم کرد. تقسیم بندی فرکانس‌های رادیویی
و سایر فرکانس ها بر مبنای بازه فرکانسی اونها انجام میشه. اصطلاحاً به فرکانس هایی که بین 1 مگاهرتز تا 1 گیگاهرتز قرار میگیرن بهشون فرکانس های RF یا رادیو فرکانسی گفته میشه که خود این رادیو فرکانسی ها به 2 دسته VHF و UHF تقسیم بندی میشن. بازه بعدی و دسته بندی بعدی برای فرکانس های مایکروویو هستش که اصطلاحاً به فرکانس های بین 1 تا 30 گیگاهرتز فرکانس های مایکروویو گفته میشه و در ادامه هم دسته بندی آخر رو داریم برای امواج میلیمتری که به فرکانس های بالای 30 گیگاهرتز امواج میلیمتری گفته میشه. علت نامگذاریش هم مشخص هستش دیگه، دوستان میدونن ما از رابطه طول موج به خاطر داریم که لاندا میشه نسبت سرعت نور به فرکانس و از اونجایی که برای امواج میلیمتری فرکانس ما یک فرکانس بسیار بزرگی هستش، بنابراین لاندای ما کاهش پیدا میکنه و در محدوده 10 سانتی متر برای 30 گیگاهرتز و برای 300 گیگاهرتز میشه هولوش 1 میلیمتر تقسیم بندی میشه. از اونجایی که این بازه یک بازه خیلی کوچیک و در حد میلیمتر هستش، بنابراین به فرکانس هایی که توی این بازه قرار میگیرن یعنی بین 30 تا 300 گیگاهرتز اصطلاحاً امواج میلیمتری گفته میشه. نکته قابل توجه در مورد فرکانس های بالا این استش که تئوری استاندارد مدار رو ما به سبب اینکه فرکانس مدارمون خیلی بالا هستش نمیتونیم در مورد شبکه های مایکروویو به کار ببریم. در واقع تئوری های استاندارد مدار حالت خاص و تقریبی از تئوری الکترومغناطیس هستند که توسط معادلات مکسول بیان میشن و از اونجایی که ما اینجا با امواج میلیمتری و مایکروویو قراره که کار بکنیم، بنابراین مجبوریم که یک مقداری در روابطمون و محاسباتمون تغییرات داشته باشیم. در اینجا هم یک بلوک دیاگرامی از یک مدار مایکروویو فعال رو خدمت شما ارائه دادیم. در ابتدای مسیر آنتن گیرنده رو داریم، بعد از اون سیگنالی که توسط آنتن دریافت میشه به وسیله یک بند پس فیلتر یا یک فیلتر میانگذر فیلتر میشه، بعد از اون سیگنالمون وارد یک تقویت کننده کم نویز یا اصطلاحاً low noise amplifier خواهد شد. دوباره در قدم بعدی فیلتر میانگذر رو داریم. در این قسمت یک میکسر رو خواهیم داشت و به همین ترتیب سایر المان‌های این بلوک دیاگرام رو اینجا خدمتون ارائه دادیم. انواع فیلترها، میکسرها و سایر اجزای یک مدار فعال مایکروویو رو با همدیگه اینجا میبینیم که در انتهای مسیر هم بار خروجی این مدار قرار گرفته که انشالله در این درس قراره که با هم دیگه تک تک این المان ها رو با هم بررسی بکنیم، مدارهای داخلیش رو بشناسیم و طراحی و تحلیل کامل یک مدار فعال مایکروویو رو یاد بگیریم. همینجوری که خدمت دوستان گفتم، ما توی این درس به واسطه اینکه با مدارات فرکانس بالا قراره که کار بکنیم، مجبوریم که برای تحلیل مداراتمون از معادلات ماکسول و مشتقات اون استفاده بکنیم. همینجور که میدونید معادلات ماکسول در داخل خودش ترمهای انتگرالی و مشتق داره. بنابراین فیزاته روابطی که ما توی این درس باش مواجهیم بسیار روابط پیچیده‌ای هستند و یک مقدار سنگینند. سعی ما بر اینه که توی این درس با بیان مثال‌های ساده و با بیان شبیه‌سازی‌های ساده درس رو به طور ساده‌تر و ملموس‌تری خدمت شما عزیزان ارائه بدیم، ولی خب به خودی خودش مجبوریم که جاهایی هم به معادلات ماکسول گریز بزنیم و ازشون استفاده بکنیم. در مورد طیف الکترومغناطیسی هم خدمت دوستان توضیح دادم. ما بازه امواج مایکروویومون رو میتونیم تقسیم بندی کنیم براشون. مثلا اومدن گفتن که فرکانس 1 تا 500 مگاهرتز رو اصطلاحاً باند RF میگن، 500 تا 1 گیگاهرتز رو باند P میگن و به همین ترتیب تا
تا 60 تا 90 گیگاهرتز رو اومدن باند ای تقسیم بندی و نامگذاری کردن. علت این نامگذاری هم به این خاطره که خب ما از هر فرکانس و هر بازه فرکانسی تو خیلی از موارد استفاده های متنوع و متفاوتی میکنیم. مثلا باند فرکانسی که مربوط به فرکانس وای فای هستش 2.4 گیگاهرتز توی بازه باند اس قرار میگیره. به این خاطر که کار کردن باهاشون راحت تر باشه و تقسیم بندی دقیق تری داشته باشیم، اومدن یک جدولی رو به این ترتیب ارائه دادن که طی اون بازه های فرکانسی متنوع رو براشون اسمهای مختلفی گذاشتن. باز دوباره توی این تصویر سمت راست هم نمونه خیلی ساده ای از یک مدار مایکروویو رو میبینیم. آنتن گیرنده در ابتدای مسیر، LNA یا تقویت کننده کم نویزمون در بعد از آنتن قرار گرفته، بعد از LNA میکسر رو داریم که به نوعی مخلوط کننده هستش و انتهای مسیرم که بارمون قرار گرفته. کاربرد مدارات مایکروویو اما کجا هستش؟ همینجور که گفتیم هر چقدر فرکانس بالاتر بره و طول موج ما کوتاه‌تر بشه، آنالیز و طراحی سیستم ها و وسایل مایکروویو برای ما مشکل تر میشه. اما همین مشخصه ها در کنارش که شانس خیلی خوبی در اختیار ما قرار میدن که ما بتونیم از این سیستم های مایکروویو در کاربردهای مختلفی استفاده بکنیم. امروزه کاربرد اصلی تکنولوژی RF و مایکروویو توی شبکه های بی سیم و سیستم های مخابراتی هستش. توی خیلی از سیستم های سنجش از راه دور، سیستم های پزشکی از مدارات RF و مایکروویو استفاده میشه. سیستم های مایکروویو و RF سیستم های خیلی گسترده هستند که برای اتصال اصطلاحاً وایرلس یا بی سیم ما از اونها استفاده میکنیم. این امکان رو در اختیار هر فردی میذارن که با استفاده از یک اتصال بی سیم توی هر زمان و هر مکان مشخص برای شخص دیگه‌ای داده و صوت بفرستن، اطلاعات با هم دیگه رد و بدل کنن، جهتیابی و مسیریابی رو داشته باشن. کاربرد دیگه‌ای که ما از مدارات مایکروویو سراغ داریم کاربرد کنترل از راه دور و سنجش از راه دور هستش. خیلی از سیستم‌های ماهواره‌ای به کمک تکنولوژی RF و مایکروویو کار می‌کنند و ما با استفاده از کنترل از راه دور اون ماهواره‌ها رو کنترل می‌کنیم، جهت‌یابیشون می‌کنیم و بر مسیرشون تمرکز و مدیریت داریم. و در نهایت هم یکی از مهم‌ترین کاربردهایی که ما از مدارات مایکروویو سراغ داریم در خودروها و هواپیماها هستش که با استفاده از رادارهای اونها و اصطلاحاً حالت رادیومتری یک سنجش غیر فعال برای ما در خودروها و هواپیماها میایم از سیستم‌های رادار استفاده می‌کنیم برای شناسایی و تعیین موقعیت اهدافهامون ازشون استفاده می‌کنیم. بعضن حتی توی کاربردهای نظامی هم از رادارها و موشک های بی سیم استفاده میشه. توی بخش تجاری هم باز از رادارها برای کنترل ترافیک هوایی، آشکارسازهای حرکت، هشدار دهنده های امنیتی، خیلی از دربازکن های خودکار میان از مدارات مایکروویو استفاده میکنن. جدیداً هم تو خودروها حتما دیدید، تو خیلی از خودروها برای اینکه از تصادف وسایل نقلیه جلوگیری بشه یک سری سیستم های مایکروویو تعبیه کردن که خود به خود فاصله ایمن رو بین خودروها حفظ میکنه و در جایی که احساس خطر بکنه خودش خود به خود متوقف میشه و ترمز میکنه که تصادفی برای خودروها پیش نیاد، که تکنولوژی حاکم بر این قضیه همین تکنولوژی مایکروویو هستش. تو این بخش میخوایم که اجزای یک سیستم رادیویی رو با همدیگه بررسی بکنیم. در قدم اول برای یک سیستم رادیویی در سمت فرستنده ما منبع سیگنالمون رو داریم. منبع سیگنال پیاممون میتونه میکروفون، دوربین و یا حتی سنسورهای دیگه باشه که اطلاعات رو به سیگنال الکتریکی برای ما تبدیل میکنن.
در قدم بعدی بعد از منبع سیگنال ما در سیستم رادیوییمون تقویت کننده ها یا امپلیفایر ها رو داریم. با استفاده از یک تقویت کننده دامنه سیگنال ورودی که از منبع سیگنال اومده تقویت میشه، یعنی دامنه افزایش پیدا میکنه و معمولا هم به همراه تقویت سیگنال ورودیمون رو هم میان فیلتر میکنن تا هم پهنای باند مدارمون محدود بشه و هم این که پهنای باند مدارمون متناسب با اون کاربردی که میخوایم از مدارمون داشته باشیم قرار بگیره. در قدم بعدی توی یک سیستم رادیویی ما مدل کننده رو داریم. مدل کننده یا مدولاتور وسیله‌ای هستش که ورودی اون سیگنال پیام و سیگنال حامل ما هستش و خروجی مدل کننده هم به سمت تقویت کننده RF مون میره. مدل کننده یکی از مهمترین قسمت‌های مدارمون توی قسمت فرستنده هستش که بسیار ما باهاش کار می‌کنیم و برای ما حائز اهمیته. بعد از اینکه سیگنالمون از مدل کننده خارج شد، مجدد وارد تقویت کننده میشه. تقویت کننده سیگنالی که از مدل کننده اومده رو باز برامون تقویت میکنه، دامنش رو برامون افزایش میده و در انتها هم سیگنالمون به سمت آنتن فرستاده میشه و به کمک آنتن امواج الکترومغناطیسی رو ما به امواج الکتریکی و یا برعکس تبدیل میکنیم. آنتن قسمت فرستنده امواج الکتریکی رو میاد به یک موج الکترومغناطیسی با پولاریزاسیون مطلوب تبدیل میکنه، یعنی به نوعی اون رو تبدیل میکنه به سیگنالی که به راحتی فرستاده بشه. پولاریزاسیون هم دوستان مستحضرن که خاصیتی از موج هستش که توصیف کننده جهت تشعشع سیگنال ماست. در مورد مدل کننده هم گفتیم خدمت دوستان که ورودیش یک سیگنال از سمت منبع و یک سیگنال حامل از سمت اسیلاتور ما هستش. اسیلاتورها هم وظیفه‌شون تولید یک سیگنال با هدف تبدیل اون سیگنال به فرکانس مورد نیاز مدارمونه که در اینجا ما به این ترتیب بلوک دیاگرام اون رو خدمتون ارائه دادیم. پس دو تا سیگنال داشتیم، یکی از سمت منبع، یکی از سمت اسیلاتورمون. این دوتا سیگنال وارد مدل کننده می شدن، بعد از مدولاسیون تقویت می شدن و با وسطه آنتن به سمت گیرنده فرستاده می شدن. این میشه بلوک دیاگرام اجزای یک سیستم رادیویی در سمت فرستنده. در سمت گیرنده هم ما باز دوباره همین بلوک ها رو داریم، با این تفاوت که در اینجا ما در سمت گیرنده یک بلوکی داریم تحت عنوان میکسر یا مخلوط کننده. میکسر یه عنصر غیر خطیه که ورودیش دو تا سیگنال با فرکانس مختلفن، یه سیگنال از سمت منبع و یک سیگنال از سمت اسیلاتور یا نوسان سازمون. خروجی میکسر هم یک سیگنال هستش که به سمت تقویت کننده میره و از اونجا هم که به کمک دتکتور آشکار میشه برای ما. تا حدود خیلی زیادی مدار سمت گیرنده و فرستنده مشابه هم هستند. تفاوتش فقط در این قسمت میکسر بود. تو حالت قبل ما مدل کننده رو داشتیم، اینجا در حالت گیرنده ما میکسر داریم. در نهایت هم که آشکارسازمون به سمت تقویت کننده میره و در بلوک آخر هم حالا نمایشگر، بلنگو، ویدیو یا هر دیوایسی که سیگنال ما قراره به کمک اون نمایش داده بشه قرار گرفته که مثلا اگر یک بلنگو باشه به صورت صوت سیگنال خروجی ما صداش دریافت خواهد شد. یکی از مهمترین موضوعاتی که ما در علم مخابرات با اون مواجهیم مودولاسیون هستش. همینطور که در بلوک دیاگرام سیستم مخابراتی در سمت فرستنده هم دیدید، ما مجبوریم برای اینکه سیگنالمون رو منتقل بکنیم اون رو مدله کنیم. مدل سازی یکی از کارهای خیلی مهمی هستش که ما حتما بایستی برای انتقال مؤثر و مطمئن داده هامون در سمت فرستنده انجامش بدیم. اما مدل سازی لازمش اینه که ما دو تا شکل موج و دو تا سیگنال داشته باشیم. یکی سیگنالی که
حاوی پیاممون هستش، از سمت منبعمون میاد، و دیگری سیگناله که اصطلاحاً بهش میگن موج حامل یا کریر، که با توجه به اون کاربردی که ما میخوایم از مدارمون داشته باشیم و اون فرکانسی که میخوایم مدارمون کار بکنه، موج کریرمون هم متغیر هستش. اصولاً سیگنال پیام یا سیگنالی که از سمت منبعمون میاد به دلیل توان خیلی پایینی که داره عملاً نمیتونه مسافت‌های طولانی رو طی بکنه. در کنارش هم خب محیط فیزیکیمون خودش تلفات داره، نویزهای خارجی داریم و مسافت‌های طولانی باعث میشه که توان سیگنالمون ضعیف بشه. بنابراین به منظور ارسال سیگنال پیاممون به مسافت‌های خیلی طولانی لازمه که ما توان سیگنالمون رو افزایش بدیم، که این کار رو با استفاده از یک سیگنال با انرژی بالاتر و یا یک سیگنال با فرکانس بالاتری انجام میدن. اصطلاحاً به این سیگنالی که فرکانس بالاتری داره بهش میگن موج حامل یا کریر سیگنال. یک سیگنالی که انرژی بالاتر داره، مسافت‌های طولانی‌تری رو طی می‌کنه و بدون اینکه تحت تأثیر نویزهای خارجی قرار بگیره، می‌تونه اون سیگنال اصلیمون رو به سمت گیرنده بفرسته و در واقع تحویل گیرندمون بده. فلذا ما توی علم مخابرات برای مخابره سیگنالمون به مسافت‌های دور مجبوریم که عمل مدولاسیون رو انجام بدیم. توی مدولاسیون دستگاه مدولارمون یا همون مدول کنندمون موج حامل رو هماهنگ با تغییرات سیگنالمون تغییر میده و با استفاده از رابطه‌ای که اینجا خدمتون ارائه دادیم، یعنی VT مساوی با VC سینوس اومگا CT به علاوه فی، شکل موج سیگنال منتقل شدهمون رو میتونیم حساب بکنیم. در فرایند مدولاسیون مشخصه سیگنال حاملمون تغییر پیدا میکنه، اما مشخصه های سیگنال پیاممون به هیچ وجه نبایستی مورد تغییر قرار بگیره. بنابراین اصلاً اطلاعات سیگنال حامل برای ما مهم نیست. پس ما میایم با تغییر دادن مشخصه های سیگنال حاملمون سیگنال پیاممون رو به سمت گیرنده منتقل میکنیم. در واقع مدولاسیون فرایند ترکیب یک سیگنال پیام با انرژی پایین با یک سیگنال حامل با انرژی بالاتر هستش. در اسلاید شماره 19 هم ما ضرورت استفاده از این مدولاسیون رو مجدداً خدمت شما ارائه دادیم. همینطور که خدمتون گفتم پهنای باندمون دقیقاً اون پهنای باندی میشه که برای اون دیوایس مخابراتیمون مد نظره و خوبی دیگه که مدولاسیون داره اینه که ما میتونیم سیگنال های با انرژی پایین تر رو با یک سیگنال که انرژی بالاتر داره منتقل بکنیم و به مسافت های دورتر اون رو بفرستیم. رابطه مربوط به شکل موج سیگنالمون هم دوباره اینجا به یک صورت دیگه ارائهش دادیم. VSC تی میشه VSC در یک به علاوه MAFT. به طور کلی ما سه جور مدولاسیون داریم، یکی مدولاسیون دامنه، یکی مدولاسیون فرکانس و آخری هم مدولاسیون فازه که با استفاده از اون میتونیم توی بحث پهنای باند یا پالس ویت مدولیشن استفاده بکنیم. اگر بخوام یک مقایسه بین این انواع مدولاسیون ها داشته باشیم، توی مدولاسیون دامنه که نوعی از مدولاسیون سیگنال آنالوگ هستش، در طی اون دامنه سیگنال حاملمون منطبق بر دامنه سیگنال پیاممون تغییر پیدا میکنه، در حالی که فرکانس و فاز سیگنالمون دست نخورده باقی میمونه. همینطور که توی این شکل موج ما میبینیم، اگر سیگنال مدل کنندمون به این ترتیبی باشه که اینجا ارائه دادیم، توی مدولاسیون AM یا مدولاسیون دامنه نگاه کنید فاز و فرکانس ما هیچ تغییری پیدا نکرده، اما دامنه سیگنالمون متناسب با سیگنال مدل کنندمون تغییر کرد. توی حالت مدولاسیون FM یا مدولاسیون فرکانس که باز دوباره نوع دیگه از مدولاسیون سیگنال آنالوگ هستش، این بار فرکانس سیگنال حاملمون متناظر با دامنه سیگنال پیاممون تغییر پیدا میکنه.
در حالی که دامنه و فاز سیگنال حاملمون ثابت هستش. اگر دقت بکنید دامنه توی هر دو تا سیگنال یکسانه، اما فرکانسی که متناسب با این سیگنال حاملمون تغییر کرده. و در انتها هم در مدلاسیون پی ام یا مدلاسیون فاز، فاز سیگنال حاملمون در تطابق با دامنه سیگنال پیاممون تغییر پیدا میکنه. دامنه ثابته، فرکانس هم ثابته، اما فازی که اینجا تغییر کرده و با توجه به سیگنال مدل کنندمون ما فازمون رو تغییر داد. پس تفاوت در دامنه، فرکانس و فاز هستش که انواع سیستم های مدلاسیون رو برای ما ایجاد کرده. در مورد مدلاسیون فاز، اگر به تصویر هم ما دقت بکنیم میبینیم که فاز سیگنال حاملمون با افزایش دامنه سیگنال پیاممون افزایش پیدا کرده و با کاهش دامنه سیگنال پیاممون فاز سیگنال حامل هم کاهش پیدا کرده. دامنه و فرکانس با دامنه فرکانس اول برابره، اما فاز تغییر کرده. نکته مهمی که در این نوع مدلاسیون فاز وجود داره اینه که علاوه بر تغییر فاز سیگنال حامل، فرکانس این سیگنال هم متأثر از تغییر فاز تغییر پیدا میکنه و در نتیجه این نوع از مدلاسیون رو ما میتونیم زیر مجموعی از مدلاسیون فرکانس هم طبقه بندیش بکنیم. مدلاسیون فاز و مدلاسیون فرکانس هر دو در زیر مجموعی گروه مدلاسیون زاویه هستند. اما توی مدارات مایکروویو ما برای انتقال سیگنال هامون از یک سری خطوط انتقال متفاوت استفاده میکنیم. همینجور که توی دروس پایه و درس مدار مخابراتی هم داشتیم، از مهمترین خطوط انتقالی که ما با اونها کار میکنیم خطوط کواکسیال هستن که به این صورت ما میتونیم یک خط انتقال کواکسیال رو مدل بکنیم. نوع بعدی از خطوط انتقال، خطوط انتقالی هستند موسوم به استریپ لاین، خیلی زیاد شبیه خط انتقال کواکسیالن، با این تفاوت که دیگه به صورت دایره‌ای نیستند. ویو گاید ها یا موجبرها رو داریم برای انتقال سیگنال هامون. خطوط مایکروستریپ رو داریم. در مقایسه با موجبرها مزیتی که دارن اینه که قابلیت حمل توانشون خیلی بالا هستش و افت پایینی دارن، اما مشکلشون اینه که در فرکانس های پایین بسیار حجیم و گران قیمتن. در مقابل خطوط انتقال مستطعمون ما خط مایکروستریپ رو داریم یا همین استریپ لاین ها که این خطوط انتقال فشرده و کم هزینه تر هستن به نسبت و به سادگی با مدارهای فعال مثل دیودها و ترانزیستورها میتونیم اونا رو یک پارچه بکنیم تا مدارهای مجتمع مایکروویومون رو ایجاد بکنیم. از دیگر خطوط انتقالی که با اونها کار میکنیم اصطلاحاً کوپلنل لاین ها و اسلات لاین ها هستن که در اینجا آرایش مربوط به اونها رو خدمتون ارائه دادیم. لازم به ذکره که اولین خط انتقال کابل هم محور مسطح شبیه یک استریپ لاین بود که برای یک شبکه پاور دیوایدر یا تقسیم کننده در حول و حوش 80 سال پیش به کار برده شد و خب امروزه بسیار زیاد این خطوط انتقال توسعه پیدا کردن و ما در کاربردهای مختلفی از اونها استفاده میکنیم. اما از اونجایی که ما با مدارات فرکانس بالا کار میکنیم، تئوری مدار و تئوری خط انتقال یه تفاوت خیلی بزرگی با هم دارن و اون هم اندازه الکتریکیشون هستش. توی تئوری مدار ما فرض بر این گذاشتیم که ابعاد فیزیکی شبکه‌مون خیلی کوچیک‌تر از طول موج الکتریکیمون هستش. اما در خط انتقال‌ها ابعاد ما ممکنه که از نسبت قابل توجه تا چند برابر طول موجمون حتی تغییر پیدا بکنه. و همین دلیل خط انتقال یک شبکه‌مون رو با پارامترهای گسترده مدل می‌کنیم، با پارامترهای مدلشون می‌کنیم که اندازه ولتاژ یا جریانش در طول خط انتقال ثابت باقی نمونه. برعکس حالت تئوری مدار که ما می‌اومدیم از سلف و خازن معمولی استفاده می‌کردیم و اندازه ولتاژ یا جریان
در امتداد بعد فیزیکیمون تغییر پیدا نمی کرد، توی هر یک از این خطهای انتقال قضیه متفاوته. اگر ما بیایم قسمتی از این خطوط انتقال رو به کمک المان‌های فشرده مدل بکنیم، مدل مربوط به خط انتقالمون رو به این ترتیب میتونیم داشته باشیم که طی اون پارامترهای R, L, G, C هر کدومشون کمیت‌هایی هستند که اصطلاحاً بر واحد طول بیان میشن. R مقاومت معادل سریع دوتا حادی خط انتقالمون هستش که واحدش اوم بر متر هست. L اندوکتانس سری دوتا حادی مونه که واحدش هانری بر متر. C ظرفیت خازنی هستش که واحدش فاراد بر متر. و G هم رسانایی موازی خط انتقالمونه که واحدش زیمنس بر متر. با استفاده از این اندوکتانس سری ما اندوکتانس کل خودلقایی خط انتقالمون رو نشون میدیم، با استفاده از این خازن سی ظرفیت خازنی رو نشون میدیم. مقاومت هم نشون دهنده مقاومتی هستش که در اثر محدود بودن هدایت پذیری هادی هامون ایجاد میشن. و رسانایی جی هم به خاطر افت دیالکتریک بین دوتا هادی خط انتقال ما هستش. بنابراین آر و جی افت رو نشون میدن، تلفات رو نشون میدن، ال و سی هم که مدل خود خط انتقال هستند. اگر بیایم برای این خطوط انتقال قوانین کیرشوف رو بنویسیم و با استفاده از رابطه روند وی به روند زد میتونیم روابطمون رو به این ترتیب برای مقاومت و اندوکتانسمون بنویسیم و با استفاده از رابطه روند آی به روند زد روابط رو برای رسانایی و ظرفیت خازنیمون بنویسیم. خدمت دوستان بگم که در اینجا این مدلی که ما ارائه دادیم تک خطی به طول بسیار کوچک دلتا زد هستش. این زدی که اینجا توی روابط میبینید مربوط به طول خط انتقالمونه که ما براش این مدل رو مدارش رو رسم کرد. اگر روابط رو بیایم ساده بکنیم و با استفاده از اومگا که میشه دو تا پی اف روابطمون رو مجددن بنویسیم، به راحتی میتونیم روابط مربوط به ولتاژ و البته جریان موج منتشر شدهمون رو به دست بیاریم. نکته قابل توجه در این دوتا فرمول این استش که ای به قوه منفی گاما زد نشون دهنده انتشار امواج در جهت مثبت زد هستش و ای به قوه مثبت گاما زد نشون دهنده انتشار امواج در جهت منفی زد هستش. میدونیم که گاما ثابت انتشار مختلط هست و تابعی از فرکانس کاری مدار ما خواهد بود. به صورت آلفا به علاوه جی بتا تعریف میشه که اگر سادهش بکنیم و روابطش رو بنویسیم به دست میاد رادیکال آر به علاوه جی اومگا ال در جی به علاوه جی اومگا سی. این روابط رو ما در دروس پایه از جمله مدار مخابراتی هم داشتیم. من صرفاً اینجا میخواستم که خدمت شما یادآوریش بکنم، چرا که در ادامه در فصول بعدی ما بایستی از این روابط مربوط به موجمون استفاده بکنیم. در انتهای این فصل هم اگر بخوایم مثالی از یک سیستم مایکروویو رو ارائه بدیم، ما اینجا تصویر مربوط به یک تقویت کننده مسفت رو آوردیم. اولین تقویت کننده مسفت گالیوم آرسناید که توی فرکانس 12 گیگاهرتز که یک فرکانس مایکروویو هستش کار میکنه، یک تقویت کننده هستش که برای پخش مستقیم تلویزیون ازش استفاده میکنیم که انشالله در انتهای این درس یاد خواهیم گرفت که چجوری این تقویت کننده ها رو در سیستم های مایکروویو فعال طراحی و شبیه سازی بکنیم. درس دوم پارامترهای پراکندگی و پارامترهای پراکندگی تعمیم یافته. خدمت دوستان گفتیم که ما برای این که بخوایم مدارات فرکانس بالامون رو تحلیل بکنیم بایستی
از اونجایی که فرکانس کاری ما خیلی بالا هستش، روابط مربوط به اونها رو ساده بکنیم. در واقع به جای اینکه بیایم معادلات مکسول رو حل بکنیم، یک سری معادلات پیچیده داشته باشیم، میایم اونها رو ساده تر میکنیم. از یه سری ایده های شهودی برای تحلیل مدارمون بهره میبریم و به جای اینکه به وسیله معادلات مکسول میدان الکتریکی و مغناطیسی رو توی کل فضامون تعیین بکنیم، میایم با یه سری از تکنیک های خاص اون پارامترهایی که نیاز داریم توی گره ها و قسمت هایی که مد نظرمون هستش تنها توی اون قسمت ها محاسبشون میکنیم. در واقع این مباحثی هستش که ما قراره توی این فصل با همدیگه یاد بگیریم. قراره با همدیگه یاد بگیریم که چجوری روابط مربوط به مدارات فرکانس بالا رو ساده بکنیم. اما روش کار به چه ترتیب هستش؟ فرض بکنید که یک مدار مایکروویو یا یک شبکه مایکروویو داریم و قراره که با همدیگه تحلیلش بکنیم. در قدم اول با استفاده از مسائلی که از معادلات ماکسول به خاطر داریم، میایم روابط حاکم بر مدارمون رو می‌نویسیم. ما از درس مدار مخابراتی یا از درس ریزموج اینو به خاطر داشتیم که می اومدیم برای خیلی از خطوط انتقالمون و برای خیلی از موجبرهامون معادلات ماکسول استفاده می کردیم. اینجا هم روند به همون ترتیبه. تا جایی که امکان داره و در واقع بلدیم سعی میکنیم که از معادلات ماکسول استفاده بکنیم. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم، میریم دنبال پارامترهایی میگردیم که مستقیماً به پارامترهای مدارمون یا شبکمون مرتبط باشه. شما فرض بکنید که ما قراره مثلا با یک خط انتقال یا یک موجبر کار بکنیم. اگر خاطرتون باشه زمانی که ما با موجبر کار میکردیم، میومدیم یه سری پارامترها براش تعریف میکردیم. ثابت انتشار براش تعریف کردیم، امپدانس مشخصی خطش رو به دست آوردیم و یه سری پارامترهای دیگه. موجبر یا اون خط انتقالمون رو به صورت یک مؤلفه توزیع شده ایدئال تلقیش میکردیم و به جای اینکه خود اون موجبر رو تحلیل بکنیم، می اومدیم با استفاده از طولش، ثابت انتشارش و امپدانس مشخصش تعریفش میکردیم. در واقع یه جورایی اون اجزای فرکانس بالامون، اون موجبر یا خط انتقالمون رو مدل میکردیم. پس قدم اول نوشتن معادلات ماکسول، قدم دوم استفاده از یک سری پارامترهای خاص برای تعریف اونها و در قدم سوم میایم بین این مؤلفه‌هایی که تا اینجا تعریف کردیم و بین این معادلات ماکسولی که تا حالا نوشتیم یک سری اتصال و روابط ایجاد میکنیم. یعنی میایم با استفاده از تئوری خط انتقال و حالا تئوری شبکه رفتار سیستمی شبکه‌مون رو تحلیل میکنیم. یعنی با استفاده از انعکاس‌های چند باره، افت، تبدیل امپدانس و یا تغییر از یه محیط انتقال به محیط انتقال دیگه، ما رفتار سیستمی شبکه مایکروویومون رو تحلیل میکنیم. من اگر یه مثال بخوام خدمتون بگم، مثلا ما اگر یه کابل هم محور داشته باشیم، میایم کابل هم محورمون رو به خط استریپ تبدیل میکنیم. با استفاده از روابطی که داریم، میایم روابط مربوط به کابل هم محور رو از محیط کابل هم محور منتقل میکنیم به روابط مربوط به خط استریپ. اما خب این قضیه یه سری مشکلات داره. مهمترین نکته‌ای که وجود داره در مورد این قضیه اینه که انتقال بین دوتا محیط مختلف به این سادگی انجام نمیشه. یعنی به این راحتی نیستش که ما دوتا خط انتقال رو خیلی راحت به هم متصل بکنیم بگیم که روابطشون هم به هم منتقل میشه. اما یه سری تکنیک ها و یه سری مدارهای معادل رکتانس وجود داره که این ناپیوستگی رو میاد برای ما مدل میکنه. بنابراین با استفاده از انواعی از مدارهای معادل رکتانس، ناپیوستگی بین دو تا محیط مختلفمون رو ما مدل میکنیم و این دقیقا همون چیزی هستش که اصطلاحا بهش میگن مدار تطبیق.
اگر یک تاریخچه هم در مورد این قضیه بخوام خدمت شما عزیزان بگم، تئوری شبکه های مایکروویو توی خیلی از سیستم های رادار و توی خیلی از مؤلفه های مخابراتی تقریبا از هولوش 70-80 سال پیش توی آزمایشگاه های تشعشع مخابراتی دانشگاه MIT بود که شروع به کار کردن و اومدن از این مدارات تطبیق استفاده کردن. و حالا ما توی این فصل با هم دیگه یاد بگیریم چجوری تحلیل بکنیم شبکه های مایکروویو رو که از 70-80 سال قبل هم وجود داشته و دانشمندان مختلف از اون استفاده کردن. توی فرکانس های مایکروویو به واسطه این که اندازه‌گیری ولتاژ و جریان یک کار خیلی سختی هستش و این مدارات فرکانس پایین نیستش که ما بتونیم از تغییر فاز در طول خط انتقالمون صرف نظر بکنیم، معمولا برای تعریف امپدانس، ولتاژ و جریان معادل ما بایستی یک سری روابط متفاوتی رو